سلام به علاقه مندان مطالب نظامی ایران و جهان. به نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. اسرائیل تا حالا با دشمنانی روبرو بوده که از تجهیزات پیشرفته‌ای برخوردار نبودند. حملات نیروهای نیابتی ایران از جمله حماس، حزب الله و جنبش اسلامی فلسطین رو گنبد آهنین با 86% موفقیت محدود میکنه. این رقم با توجه به شلیک راکت‌های غیر هدایت شونده از طرف دشمنان اسرائیل افزایش هم پیدا میکنه. اما اخیراً اسرائیل با مشکل تازه‌ای روبرو شده و اون هم شلیک راکت‌های نقطه زن به اهداف اسرائیلیه. ایران در حال حاضر تمام وقت روی برنامه‌ای کار می‌کنه که به نیابتی‌هاش امکان تبدیل راکت‌های غیر هدایت شونده به موشک‌های هوشمند رو میده. اگه پروژه ایران به موفقیت برسه، دشمنان اسرائیل توانایی زدن اهداف مورد نظر خودش با اختلاف 5 تا 10 یاردی از نقطه مورد نظر رو پیدا می‌کنه. تبدیل راکت‌های غیر هدایت شونده به جنگ افزارهای نقطه زن هم ساده و هم پیچیده هستش. ساده هستش چون کیت لازم برای این کار فقط 15,000 دلار قیمت داره و پیچیده هستش چون پیاده کردن یک راکت برای سوار کردن فناوری نقطه زنی نیازمند دانش و زیرساخت‌هایی هستش که نیروهای نیابتی ایران از اون برخوردار نیستن. با ما تا پایان همراه باشید تا شما رو با موشک‌های اسرائیل زن ایران آشنا بکنیم، و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه. خیبر شکن. موشک خیبر شکن رو میشه نسل جدیدی از موشک و جهشی در حوزه توان موشک جمهوری اسلامی ایران دونست. خیبر شکن یکی از موشک‌های دوربرد نسل سوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از سوخت جامد استفاده می‌کنه و در فاز فرود قابلیت مانور برای عبور از سپر موشکی رو داره. اولین موردی که در این موشک خودنمایی می‌کنه ابعاد به نسبت بزرگتر بالک‌های متحرک سر جنگی اونه که این افزایش ابعاد بالک قدرت مانور سر جنگی رو بعد از ورود به جو افزایش میده و امکان اجرای مانورهای پیچیده تر و سریع تر رو به منظور عبور از سد پدافندهای ضد موشکی درون جوی که کار ویژه سامانه‌های پدافندی مثل فلاخن داوود اسرائیل و پاتریوت ایالات متحده رو فراهم میکنه. کلاهک‌های جدا شونده مانور پذیر وقتی وارد جو زمین میشن به کمک بالک‌های خودشون مانور میدن که در حین مانور انرژی جنبشی و طبعاً سرعت اونها کاهش پیدا میکنه و به همین دلیل در لحظه اصابت سر جنگی به هدف هیچ نشانی از سوزش بالک‌ها و گداخته شدن سر جنگی مشاهده نمیشه که در نتیجه انجام مانورهای سنگین برای خنثی کردن پدافند هوایی دشمن در لحظه اصابت سرعت سر جنگی در حدود 2 تا 3 ماخ برآورد میشه. پیکربندی سر جنگی موشک خیبر شکن از نوع سمخروتی یا تریکونیک هستش که استفاده از این پیکربندی به منظور حفظ پایداری سر جنگی در حین انجام مانورهای سنگینه. البته میزان نیروی پسا در این پیکربندی مقداری بیشتر هستش، اما افزایش میزان نیروی پسا در سر جنگی این موشک به منظور دستیابی به قابلیت مانور پذیری بوده که در حقیقت طراحان در این بخش به نوعی با ایجاد مصالحه مهندسی قابلیت مانور پذیری رو به افزایش نیروی پسا ترجیح دادن. موشک قاسم. موشک بالستیک حاج قاسم به طول 11 متر و وزن 7 تن از سر جنگی جدا شونده و هدایت پذیر تا انتهای مسیر به وزن 500 کیلوگرم برخورداره و سرعت ورود به جو این موشک ایرانی 12 ماخ و سرعت اصابت به زمین 5 ماخ تخمین زده شده. موشک بالستیک حاج قاسم قطره‌ای از دریای قدرت موشکی ایرانه که در اقیانوس صنعت دفاعی کشور با انبوهی از محصولات دفاعی بومی مسلح به فناوری روز دنیاست. این موشک ایرانی با ویژگی راهکنش یا همون تاکتیکی و برد 1400 کیلومتریش طبق تخمین‌های زده شده برد اون به 1500 تا 1800 کیلومتر میرسه. این موشک کاملا ایرانی در دسته موشک‌های زمین به زمین بالستیک و پرتاب اون به شکل مایل انجام میشه. بالک‌های پایدار ساز در انتهای بدنه و سر جنگی جدا شونده مجهز به بالک‌های کنترلی با قطری کمتر از قطر بدنه از ویژگی‌های خاص این موشک ایرانی. اهداف محافظت شده با سطوح بتونی دشمن از قدرت انهدام موشک بالستیک حاج قاسم در امان نخواهند بود. این موشک کاملا ایرانی بردی تا آسمان‌های سرزمین‌های اشغالی رو داره. موشک بالستیک حاج قاسم قدرت فرود بر آسمان گنبد آهنین اسرائیل رو داره. موشک قیام.
موشک قیام یکی موشک بالستیک با سوخت مایعه و اولین موشک بدون بالک ایرانی. موشک قیام با توجه به نداشتن بالک باید با ایجاد پایداری و تنظیم و کنترل خروجی پیشران سوخت کنترل و هدایت بشه. این کار باعث کاهش وزن نهایی موشک و کاهش بازتاب راداری اون میشه و انبارداری و حمل اون رو هم راحت تر خواهد کرد. موشک قیام که در مرداد ماه سال 1389 رونمایی شد در حقیقت پاسخ به این نیاز و ارتقای روی موشک‌های شهاب 2 به حساب میاد. اولین موشک بالستیک بدون بالک ایرانی که جزء ابداعات و طرح‌های مهم پدر موشکی ایران شهید حسن تهرانی مقدم بود. در طرح جدید همچنان از سوخت مایع استفاده شده و بردش در حدود 800 کیلومتر بود و وزن سر جنگی اون 645 کیلوگرم اعلام شد. این موشک به نسبت مدل قبلی از سطح مقطع راداری کمتری برخوردار و توان پرتاب از لانچرهای مختلف را هم داره. این موشک در تعداد بالایی تولید شده و شهرهای زیرزمینی بزرگی با حضور اون در چندین مورد به نمایش در اومدن. این حرکت از چشم یوزی رابین، کارشناس معروف نظامی اسرائیلی، هم دور نموند و او در جلسه معروف خودش در تابستان سال 1394 اینطور صحبت می‌کنه: ایرانی‌ها در دو سال اخیر چندین تصویر رو از انبارهای موشکی خودشون به نمایش گذاشتن که مشخصاً انبارهای متفاوتی داره. ایرانی‌ها در این انبارها موشک‌های قیام و قدر رو انبار کردن. قیام موشکی با برد 800 کیلومتری که به نوعی ارتقای ایرانی بر اساس موشک اسکاد سی. در اینجا هم ایرانی‌ها یک مهندسی خوب رو به نمایش گذاشتن. موشک خرمشهر. در تاریخ 4 خرداد 1402 نسل چهارم موشک خرمشهر با نام خرمشهر 4 توسط امیر محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد. برد این موشک 2000 کیلومتر و وزن سر جنگی اون هم 1500 کیلوگرمه. این موشک آخرین نسل از موشک‌های خرمشهره. از انواع موشک‌های نقطه زن بدون نیاز به هدایت در فاز نهایی هستش. نسل چهارم موشک خرمشهر که از اون با نام خیبر هم نام برده میشه، جز موشک‌های بالستیک برد بلند و نقطه زنه که 2000 کیلومتر برد داره. سر جنگی موشک با وزن 1 تن و 500 کیلوگرم و طول 4 متر از انواع سر جنگی‌های شدید الانفجاره. موشک فتاح. موشک هایپرسونیک فتاح 1400 کیلومتر برد داره و قادر از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور بکنه و این سامانه‌ها رو منهدم بکنه. این موشک از دقت اصابت فزاینده، سرعت خیلی بالا، قابلیت مانورپذیری فوق‌العاده و همچنین از توان پنهانکاری و عبور از سامانه‌های راداری برخورداره. همچنین این موشک با قابلیت‌های تاکتیکی به دلیل برخورداری از پیشران سوخت جامد نازل متحرک مرحله دوم، قابلیت دستیابی به سرعت‌های خیلی بالا و همچنین انجام مانورهای مختلف در داخل و خارج از جو زمین به منظور غلبه بر انواع سامانه‌های دفاعی هوایی دشمن را داریم. برد موشک فتاح 1400 کیلومتر سرعت اون قبل از اصابت به هدف 13 تا 15 ماخه. آبان سال 1401 بود که سردار حاجی زاده در حاشیه مراسم سالگرد شهادت سردار تهرانی مقدم در ستاد نیروی هوا و فضای سپاه از ساخت یک موشک بالستیک هایپرسونیک خبر داد و گفت این موشک سرعت بالایی داره و در جو و خارج از جو میتونه مانور بده. او خاطر نشان کرد که این موشک جدید از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور می‌کنه و فکر نمی‌کنم تا ده‌ها سال بعد هم فناوری پیدا بشه که بتونه با اون مقابله بکنه. این موشک سامانه‌های ضد موشکی دشمن رو هدف قرار میده و یک جهش بزرگ نسلی در حوزه موشکی هستش. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.